بله خدا رحم لطفی هستم در خدمت شما این با آموزش .NET Core. تو این قسمت در مورد آپلود فایل صحبت می‌کنیم. برای این کار توی سولوشنی که قبلا داشتیم توی کنترلر یه کنترلر جدید اد می‌کنم از نوع MT باشه. اسمش رو تغییر میدیم با حالا آپلود کنترلر و نیم اسپیس رو اضافه رو پاک می‌کنم. در واقع من یک ویو اد میکنم برای ایندکسش و حالا همون تمپلیت دیفالت خودش رو اد میکنم. کدایی که جنریت کرده رو من پاک میکنم چون نیاز ندارم برای ویوش، یه ویو خیلی ساده میخواد. اینو ران میکنم که ببینید زمانی که لایوت بهش ندیم لایوت دیفالت خودش رو میگیره. در واقع فرمایید الان لایوت دیفالت خود دات نت روش هستش. خب اولین کاری که میکنم میام یک ویو مدل میسازم. اد میکنم یک ویو مدل رو. دقت بفرمایید آپلود وی ام یا آپلود ویو مدل رو میتونیم بگیم پابلیک. یک فیلم برای فایل قرار میدم پای فرم فایل. دقت بفرمایید حالا اسمش رو بذارم ده فایل، اون فایلی که اومده get و اینجا هم set. اون فایلی که برای آپلود ارسال میشه داخل این پروپرتی قرار میگیره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب یه دونه اکشن دیگه من اد میکنم، public py action result و حالا اسمشو بذارم upload file و اینجا از همون آپلود وی ام استفاده میکنم که فایل رو آپلود کنه. و اینجا چون بعد از اینکه آپلود کرد نمیخوام یو آی داشته باشم یا میتونه حالا بره به یو آی خاص، میام برمون اکشن ایندکس و ریدایرکت میکنم تو اکشن ایندکس. در اکشن ایندکس ریدایرکت کنم. اینجا حالا هر کدی که برای آپلود احتیاج بود رو بینویسم تو دو میرم سراغ یو آی. خب اولی کاری که میکنم میگم یک مدل برای من ارسال میشه از آپلود وی ام و توی ایندکس اینجا میام هم مدل رو بهش پاس میدم، میگم آپلود وی ام رو براش یه نمونه ارسال کن و میرم سراغ این یه دونه فورم اضافه میکنم. دقیقا خواهد به یه تگ فورم و اولین کاری که میکنم این تایپش رو مشخص میکنم. در فرمایید زمانی که میخواید یه فایل ارسال کنید اگر این تایپش رو نذارید دوی اون مقداری که بتونید فایل ارسال کنه، اون مقدار آی فورم فایل همیشه نال هستش. من دیتا رو باید قرار بدیم که اجازه بده برای اون فرممون فایل ارسال بشه و ASP اکشنش هم قرار میدیم روی آپلود فایل. حالا ASP کنترلرش هم آپلود هستش که ببینیم. من برای اینکه بتونیم اینا رو ببینیم اینا رو میشکنم که از اسکرول و فوبی متنفر. خب دان فایل بعد آن فایل کافی من یک اینپوت قرار دادم که فایل رو ارسال کنه. تایپش رو نمیخوام مشخص کنم، فقط ASP فلم که براش بذارم دو فایل خود اون رو توی وی امی که هستش این فایل هستش خودش میفهمه و یک آپلود فایل براش قرار میده. یه دکتر هم برای سابمیت احتیاج دارید که حالا اسمش رو تایپش رو میدیم سابمیت باشه و ولیوش هم باشه آپلود. تا اینجای کار ما اوکیه، میریم سراغ این اکشن و یه دون آلا بری پوینت میذاریم ران میکنیم که ببینم خروجی کارمون چی شده. پای پایینی هستش. خب اینجا یکی از این ایمیجا رو آپلود میکنم. دقیق بفرمایید آپلود
بریک پوینت که اون میام سراغ ویو مدل هم ببینم چه چیزی داخل ویو مدل هم هستش. میگه یک حالا اون کانتنت تایپش که خیلی مهمه، ایمیج هستش، پی ان جی هستش و فایل نیمش هم هستش هیلتون پی ان جی. دیگر فرمای سایزش هم مرسه سالا بایت هستش، اینجا اون لنسش رو میبینید. حالا نام اون فیلدش هم که دفایل هستش، بریم سراغ آپلود کردنش. برای آپلود کردن فایل من بیام داخل دبلیو روت یه پوشه میسازم، حالا اسمش رو میذارم یوزر فایل، یوزر فایلز، و داخل یوزر فایلز یه پوشه برای ایمیل یه خب فایل ایمیج هم بره داخل این مسیر. خب دقیقا به فرقایی چی کار میکنم؟ این توپی رو دیگه برمیدارم، میگم من اینجا یه دونه آپلودر دارم که فایل نیمش هم همراشی. اولین کاری که میکنم برای مثلا فایل مساوی است با آپلود دات فایل نیم دات، این فایل نیم بود که دسم فایل هم داخلش قرار گرفته. حالا میتونم یه جی و آیدی رو براش جنریت کنم، با آیدی مثلا یوزر اد کنم یا هر کاری که میخوام انجام بدم. اما الان من سمپل هستش فایل رو برمیدارم و میخوام مسیر جاری رو دقت بفرمایید. من مثلا فایل پس دقت بفرمایید، میخوام داخل این مسیر ذخیره بشه. directory dot get current directory، این الان مسیر روت رو به ما میده، من باید اون رو به اضافه دبلیو روت کنم. دقیقا فرمایید به اضافه slash www root و بعدش خدا user files، بعدش image، بعدش به اضافه این فایل نیم. این فایل نیم رو انجام بدم. دقیقا فرمایید برای این که بفهمم این حالا اسلش خورده اسلش نخورده حتما بزنم اینا، میتونم از یه فانکشنی که خودش داره استفاده کنم. پس دقیقا فرمایید دات کمباین این مسیر رو میاد و به هم کانکت میکنه و مسیر اصلی رو به هم میده، فقط به اضافه شون میکنه و مسیر درست رو بهت میده. حالا هر اندازه‌ای که میخواید داخلش میتونید مقدار قرار بدید. دوباره ریش کردمش به پایین کد مشخص شده باشه. اینجا الان میاد و اون مسیر رو برا میسازه، فقط کافیه. خب با مینویسم برای مثلا فایل استریم مساوی است با نیو فایل استریم. فایل استریم هم حالا دقیقا رو فرمایید توی این مسیر خواب فایل هم ایجاد بشه، فایل لود کرییت برای ساختن باشه. یعنی اول مسیرش رو مشخص کردم تو کدوم مسیر میخوام باشه، بعد آم تو کدوم مسیر هستش میگم که توی این استریم کپی بشه. آپلود فایل، فایل هم داخل این بودش، داخل دت فایل، و اینجا کافیه من کپی تو و کپی تو ایسینک هم داره، میتونم از هر دوتاشون استفاده کنید. میگه تو کدوم استریم برای توی این جریان کپیش کن. دیگه فرمایید اول اون آدرسش ساختن رو که مثلا آدرس ساختنش رو بیارم پایین داخل فانکشن بنویسم، درست خیلی private string create file pass و اون مسیر فایل رو برام بسازه. اینجا فقط من یک string file name رو بهش میدم که اون مسیر رو برام بسازه، و این رو برمیدارم بیارم اینجا، میگم این رو نمیخوایم دیگه، return call file name رو که اینجا اومده. و بعد اینجا هم دیگه میگم من به جاش این کریتر رو کریت پس اینجا قرارش میدم، چکم
شلوغ نباشه. خب حالا مسئله ریفکتور بهش بمونه قسمت بعدی که کار ریفکتور رو انجام میدیم. بعد آن فقط میخوایم فایل رو آپلود کنیم توی این مسیر. خب میرم سراغ اجرا کردن و بریک پوینت رو ببینم چجوری آپلود میشه. یه فایل انتخاب میکنم، دقیق فرمایید، آپلود رو میزنم. این مسیر رو برام میسازه که داخل دقیقا چه مسیری باید اد بشه و اینجا آپلود شد و همون مسیج، آره مسیج هم بهش ندادیم. بریم داخل این ببینم داخل همون پوشه برای همون فایل رو آپلود کرد. یه مسیج هم بهش بدیم که ببینم تمپ دیتا، حالا اینجا ویک مسیج به بها ارسال کنم مساوی است با فایل ادرسین آپلود شد. اینجا این مسیج رو برام ارسال کنه. حالا داخل یو آی میتونم این رو اینجا قرار بدم که یک لیبل تم دیکا اینجا فروخته مسیج رو برام نشون بده. حالا این رو میتونم از کلاس بوت استرپ هایش بدم یه دونه قالتر. حالا من هم این مسیلی رو بهش میدم، مهم نیست، فقط بخواهیم نشون بدی که فایل آپلود شده. این رو یه بار ران میکنم، دقیقا بفرمایید، یه فایل دیگر رو برای آپلود ارسال میکنم. فایل به درستی آپلود شد و میرم داخل اون پوشه ببینم فایل هستش. بله اینجا اون دو تا فایلی که آپلود کردم اینجا هست. خب یه نکته دیگه، قبل از اینکه کاربر بخواد یه فایل رو ارسال کنه من باید یه والیدیشن انجام بدم، ببینم چه دیتا تایپی رو، چه فایلی رو بخواد ارسال کنه. اجازه انجام میدم بعدش تو قسمت بعدی که ریفکتور کردیم براتون ریفکتورش بکنم به اون استراکچری که درست در هستش بنویسه. اولین کاری که میکنم حجم فایل رو من بررسی میکنم، میگم این upload file dot hd file dot lenish و لنزش تقسیم برای 1024 دقت کنید. اینجا میگه که بر اساس byte هستش تقسیم برای 1024 میشه کیلو بایت، یه بار دیگه تقسیم برای 1024 میشه میگا بایت. اگر بزرگتر از 5 میگا بود بیا وقت اون خطان رو بهش بده. اون مسیجه بودش که اینجا بیا میگم که این مسیجه بگو که فایل انتخاب شده حالا مسیجه رو بهتره درستر بنویسیم و در غیر این صورت بیا آپلود رو انجام بده. این خیلی بده که هی برایت رو else خورده باشه، if else وقت رو در تو این دقیقا بفرمایید تو رفتگی ها نباید بیشتر از 3 تا باشن، یعنی یه دونه ایف تو در تو نباید داخل کدمون باشه، اون وقت هیچ کننده باشه و از فهمش سخت میشه. خب حالا اینجوری اون مسیج رو میفرستم. حالا من بده حجمش رو یکم کمتر کنم که این رو برمیدارم که این مسیج رو بهم بده. بیشتر از حالا 50 که همه فایل ها تعداد حجمشون بیشتر است 50 هستش. دقیقا فرمایید اینجا من این فایل رو انتخاب میکنم آپلود، اینجا حجمش بیشتر از 50 میاد، این مسیج رو میده و رد میشه. اینجا اگه من این رو بفرستم میگه حالا حجم فایل مجاز نیم باشه، هر مسیجی که میخوای بید. اما این رو باید بزنم اینجا که هر روز نمیخوام ریفکتور کنم. یک مورد دیگه ای که هستش دقت بفرمایید، من باید
تایپ اون فایل رو هم مشخص کنم نتونه کار برای فایل اگزل برام آپلود کنه. دیتا تایپ هایی که مجاز هستن رو داخل یک دیکشنری می نویسیم. کرایت یک دقیقه فرمایید یک دیکشنری می سازم، یه دیکشنری استرینگ و استرینگ. درست کنید استرینگ اولی پسوند اون فایل هستش و استرینگ دومی کانتنت اون فایل هستش، چون شاید کاربر مثلا بیاد به فایل اگزل رو پسوندش رو تغییر بده به تکست و ارسال کنه روی سرور من. پس میام چیکار کنم؟ میگم کانتنت رو برای چک کنم تغییر بده فایل تا اون فایل هایی که تایپ هایی که میخوای مجوزش رو بدی این را برام بفرست. فایل یه نیو دیکشنری میشنم و اون تایپ هایی که هستش رو می نویسم اینجا، تایپ هایی که مجاز هستن. من تایپ های مجاز رو اینجا آوردم داخل این تکست که نرم به تایپ کردنش و اینجا قرار می دم. دقیقه فرمایید کاری که کردم و فقط این تایپ هایی که مجاز به آپلود هستش رو اینجا نوشتم. فقط کافیه من این اسم فانکشن رو ببرم اونجا استفاده کنم. میگم که اگر مثلا این تایپ فایل دات ولیوش مساوی با حالا آپلود فایل بود فایل دات اون کانتنت تایپش جز اینا نبود، دقیقه فرما جز اینا نبود، بیا این مسیج رو اینجا قرار بده. این خیلی بده. الان واقعا هر کسی بفکنه این کد رو بپره، تو کدمون میگیم سینگل ریسپانسیبیلیتی باشه، قوانین سالید رو داشته باشیم. من میگم هم ونیدیشن کرده هم آپلود کرده، اصلا همه کار رو اینجا انجام داده که تو قسمت بعدی براتون ریفکتورش میکنم. فقط میخوام اینجا این رو ببینیم که چجوری میخواد باشه. حالا اون نو ریفای اون مجاز اون دو فایل مجاز نمی باشن هم اینجا قرار میگیره اگه جز اون کانتنت هایی نباشه که اینجا داره میشه. کانتنت مثلا الان همین و PNG این هستش، دفعه ایمیج PNG که اینجا میتونیم داشته باشیم و جزشون هستش که اجازه میده آپلود بشه. این هم از آپلود کردن فایل. تو قسمت بعدی همین رو ریفکتور میکنیم براتون که ببینید ریفکتور کردن چجوری هست.